امروز قراره که برم باغ وحش آدلید رو ببینم و از این بابت خیلی بچه ها هیجان زدم و گفتم که حتما باید فیلم بگیرم برای شما که شما هم ببینین. امیدوارم که به خاطر شرایط کرونا الان محدودیت خاصی نباشه و اجازه بدن که کلاه رو بغل کنم و حالا باش فیلم بگیرم عکس بگیرم. یه قهوه سر راه اومدم از این پمپ بنزین گرفتم، بریم ببینیم که چجوریه. اینجا اسمش هست جورج وایلد لایف پارک. صدا رو فقط شما ببینید، از همینجا سر و صدای حیوانا شروع شد. من الان بلیتم هم خریدم. این بلیتی هم که گرفتم به هم اجازه میده که مثلا ساعت 11:30 صبح، الان ساعت 11 برم و کوالا رو بغل کنم. خب همین الان دیگه من از پیش اون کوالاها اومدم. دوتا کوالا بودن که اونی که من بغل کردم 12 سالش بود و مامان بزرگ بود، یعنی نوشم دیده بود. بعد 8 کیلو بود، 8900 بود، جز کوالاهای سنگین بود برای مثلا اینکه حالا آقایونشون، آقایون کوالاهایی که جنسشون نره تا 12 کیلو و اینا هم میشن. شادم گفت 16 کیلو یادم نمیاد، ولی اینایی که مادن تا مثلا 8 کیلو هست. Oh,
that's always a good start then, but the more you handle him, the better it'll get. I love calling up. Thank you. No worries. You want a snack, buddy? ایشون که میبینین کلن همه جا هست، یعنی توی قسمتی که هر حیوانی هست یه دونه از اینا هم هست. بعد با همه هم دعوا داره، با نوکش همه رو میزنه که غذا بخوره. وسط خیابون و اینا هم هست. الان مثلا اومده اینجا پیش کوالاها و این یکی که من الان اسمش رو یادم رفته، مثلا الان با نوکش کوبی تو چشه این که برو کنار من غذا بخورم. خلاصه این یه موجود خیلی خنده داریه. این چه جوری غذا میخوره؟ خب حالا یه خورده از این غذا میخوام این شطورا هم بدم. بعد ببین چه جوریه. خودش قیافش رو نگاه کن، دهنش رو باز کرده میگه غذا بده. بیا. اوی من یه خورد ترسیدم ولی خورد. یه سریشو گرفت. بیا بدونه دیگه هم بده. خب الان این دوتا رو نگاه کن، اینجا لم دادن، فکر کنم آمادن که غذا بخورن. برم نزدیک بهشون غذا بدم ببینم چه جوریه. بیا بیا اینجا. Because you jump up and you want to stay. Come around when you can see. Come around when you can see. اینجا دهن همه شون داره می جنبه ها دیگه. منم بقیه این غذاها رو براش می زن اینجا خودش بیاد بخوره. ذرتاش هم که اردک ها میان می خوره. بیا چقدر هم غذا مونده بود. ببین دیگه انقدر شکمش سیره اصلا دیگه نگاه هم نمی کنه. اینم غذاشو خورد، اومد قسمت دسر. سیب و هویج. لاغرترین خروس دنیا رو هم اینجا دیدم.
اینقدر لاغره که حد نداره. قیافه‌شو. حیوونه که تو عصر یخبندان بود و ببینیم خیلی بامزه بود. امیدوارم که از این ولاگم خوشتون اومده باشه. تا یک ولاگ دیگه با من توی ادلید استرالیای جنوبی، خداحافظ.